به خط کشیدم رو پر پرواز رویا درود به شما همراهان پایه کانال ایران دیلی. برگشتیم با چند تا خبر متنوع. خبر اول در مورد مثلث طلایی اتحادیه اروپا است که بالاخره بعد از کلی استخاره برجامو لغو کردن. وای وای بدوی نصفن دود کنین چش نخورن یه وقتی. در ادامه تحلیلی داریم از اعتراضات ایران و فرانسه. خبر بعد درباره زنگ خطر خشکسالی تو کشوره، همینطور آزاد شدن واردات خودرو، شکستن قیمت‌ها، یه خبرم درباره افزایش یارانه‌ها داریم و در آخر حضور اکبر طبری تو زندان که بهتره ببینین چطوری رفته زندان اصلا. قبل از اینکه خبر اولو بخونم بدوین اسفند دود کنین چش نخوریم یه وقتی. خبر خوب این که بالاخره انگلیس، فرانسه و آلمان برجامو نقض کردن. چه عجب. روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه با خودداری از لغو تحریم‌های مربوط به فعالیت موشکی جمهوری اسلامی برای اولین بار برجامو نقض کردن. علتش هم نقض توافق برجام از طرف حکومت ایران، فروش پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، احتمال فروش موشک‌های بالستیک به روسیه و افزایش غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامیه. بر اساس قطعنامه سازمان ملل قرار بود که تحریم‌های اروپا علیه ایران در 18 اکتبر سال جاری لغو بشه، اما خب اینطور که معلومه قرار قضیه کلاً منتفی بشه. از طرفی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته توافق برجام در وضعیت بسیار بدی قرار داره. این در حالیه که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امید احیای برجام که دونالد ترامپ اونو لغو کرد به قدرت رسید. اما ظاهرا تلاش دموکرات‌ها برای کمک به جمهوری اسلامی و برگشت برجام به جایی نرسیده. همونطور که خبر دارین در پی کشته شدن یه نوجوان 17 ساله بر اثر شلیک اشتباه پلیس فرانسه، مردم این کشور خشمگین شدن و دست به تجمعات اعتراضی زدن. خب تا اینجای کار حق با مردم بود و اعتراضات مشکلی نداشت، اما با بالا گرفتن اعتراضات یه سری اوباش و مهاجر غیرقانونی که عمدتاً سیاه‌پوستی و عرب‌های پناهنده هستن از فرصت سوء استفاده کردن و تعدادی اتوبوس، خودروی شخصی مردم، مغازه و اماکن دولتی رو تخریب کردن و با آتیش کشیدن تا حدی که کنترلشون از دست پلیس ضد شورش خارج شد و خود مردم متمدن‌تر شهرهای فرانسه برای مقابله باهاشون دست به کار شدن. پلیس آمادگی لازم و آموزش‌های لازم رو در ارتباط با افرادی که نمی‌خواهند تمکین کنند به قانون رو به اندازه کافی نداره. خود این فرد در ضمن کسی بوده که حدود 15 مورد در پرونده‌اش به عنوان جرم‌های کوچک و بزرگ در حال داشته که در هر حال اون لحظه‌ای هم که مورد توجه پلیس قرار می‌گیره در لحظه‌ای بوده که به هر حال در ارتباط با رانندگیش شرایط لازم رو نداشت. ولی این یک مطلب هست. مطلب دوم که این فرصتی میشه یا بهانه‌ای میشه که موجی از خشونت‌ها در سراسر کشور عملاً به وجود بیاید. اما با تمام این خشونت و وحشیگری معترضین تو فرانسه، نه تروریست لقب گرفتن و نه به چشمشون شلیک شد. کسی هم از بالای ساختمون خودکشی نکرد و تازه مورد تجاوز نیروهای سرکوب هم قرار نگرفتن. موضوع مهم در این مقایسه اینه که مردم ایران در تمام مدت اعتراضات با دست خالی فقط حقشون رو فریاد زدن. و توسط مزدورای خامنه‌ای به خاک و خون کشیده شدن. تازه از همه بدتر این که مقامات حکومت ایران با کمال وقاحت در حمایت از این آشوبگرای فرانسه ضمن انتقاد از دولت این کشور بیانیه حقوق بشری هم صادر کردن. دیگ به دیگ میگه روت سیاه. یه خبر بد، متاسفانه بحران آبی بزرگی در پیشه. تنها یه روز بعد از انتشار آمار نگران کننده ذخایر آبی تهران، گزارش‌ها داره نشون میده که در اکثر شهرهای کشور بحران آبی در پیشه و ایرانی‌ها تابستون سختی رو در پیش دارن.
بر اساس اعلام خبرگزاری تسنیم، وضعیت منابع آبی تو سدهای مهم تامین آب شرب و کشاورزی خیلی بحرانیه، به طوری که 9 سد مهم ایران ذخایر زیر 20% دارن، یعنی بیشتر از 80% مخزن این سدها خالی شده. علاوه بر این، شرکت آبفو اعلام کرده که مصرف لحظه‌ای آب تو تهران رکورد 55,000 لیتر در ثانیه رو ثبت کرده. بنابر نظر کارشناسا، عوامل متعددی از جمله سوء مدیریت شرایط آبی ایران رو به شدت بحرانی کرده. در همین رابطه گزارش رو براتون آماده کردیم، ببینین. چه اقدامات ایران رو به این مرحله رسونده؟ خب بعد از دوران جنگ با عراق، زمانی که مفهوم سازندگی در ایران مطرح شد برای اولین بار، نهاد نظامی سپاه پاسداران با توجه به نیروی انسانی فراوانی که داشت و نزدیکیش به اصل سخت قدرت، تونست ماشینات زیادی رو وارد بکنه و پیمانکاری عمده پروژه های صنعتی، پتروشیمی، زیرساختی و مدیریت آب به این نهاد سپرده شد. اما متاسفانه از اون تاریخ به این سو، اتفاقی در ایران افتاد، مدیریت سازه‌ای یا مأموریت هیدرولیکی بود که متاسفانه ایران رو به شرایط بسیار بحرانی امروز رسونده. روش‌های سازگار با محیط زیست مثل آبخانداری، مثل آبخیزداری در ایران اونقدری اجرایی نشد. به جای اون جمهوری اسلامی و کارگزارانش رفتن سراغ روش‌های ناکارآمد و نامنطبق بر توسعه پایدار. شرایط فعلی ایران بسیار بحرانی است. چرا؟ چون ناکارآمدی در مدیریت منابع آب باعث شده که پهنه گسترده جغرافیایی از ایران دچار فرونشست بشه، زیرساخت‌ها و مسیرهای دسترسی مورد آسیب قرار بگیره و حتی جان مردم عادی. و اما بالاخره مصوبه واردات خودروهای دست دوم مهرش زدن و تصویب شد. تو شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و خارجی قیمتش سر به فلک کشیده و خرید خودرو دیگه تو محدوده توان مالی خیلی از مردم نیست، با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار برای شکستن انحصار و کنترل قیمت طرح واردات خودروهای دست دوم خارجی اجرا بشه. یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب. البته بعد از افشای فساد گسترده در حوزه واردات و تولیدات خودرو، بالاخره مجلس تصمیم گرفت که برای مالکش روی فساد مهره‌های حکومتی این مصوبه را اجرایی کنه. در همین رابطه جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین از تفاوت 10 برابری قیمت خودروهای خارجی در ایران نسبت به قیمت‌های جهانی خبر داد که خب به علت انحصار فروش خودرو در دست مافیای حکومته. رسانه‌های ایران هنوز جزئیات این مصوبه رو ننوشتن که خودروهای دست دوم قرار از چه کشورهایی و به چه صورتی وارد بشن. از طرفی هم سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی، در توییتی مصوبه واردات خودروهای دست دوم رو مثل مصوبه واردات خودروهای نو خبردرمانی برای کنترل قیمت دونسته. ما هم چشممون آب نمیخوره که دیگه چیزی تو مملکت ارزون بشه، البته تا وقتی که این حکومت فاسد هست. یارانه ها رو افزایش دادن، میدونین به چه روشی؟ روش نامادری سیندرلا. هفته قبل تو خبرها ما بهتون گفتیم که دولت به جای تخصیص یارانه کالا و کنترل تورم، میخواد با پاک کردن صورت مسئله کوپن الکترونیک راه بندازه، یادتونه؟ اما افزایش 80,000 تومانی یارانه تحت عنوان یارانه کالا بر یا کوپن الکترونیکی در حالی صورت گرفت که خب خبرگزاری ایلنا تو گزارشش از فاصله 10 میلیون تومانی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر داد. یعنی این مدل افزایش یارانه بیشتر شبیه رفتار ظالمانه نامادری سیندرلاس، نه کمک واقعی به معیشت مردم. خبرگزاری ایلنا با تاکید به عمق فاجعه اقتصادی نوشته که اگه دولت واقعا میخواد این شکافو پر کنه، اول باید طبق ماده 41 قانون کار دستمزدها رو ترمیم کنه. همونطور که خبر داریم، متاسفانه افزایش 20% یارانه به عنوان یه دستاورد اقتصادی مهم در رسانه‌های جمهوری اسلامی تیتر شده، در حالی که یه خانواده 2 نفره در بهترین حالت ماهی 18 تا 20 میلیون تومان هزینه داره، اما حد اکثر دریافتی اونا تو خوشبینانه ترین حالت به 10 و 200 تومان میرسه، یعنی 10 میلیون و 200 تومان. حالا یه خانواده کارگر یا بازنشسته وقتی حدود 9 الی 10 میلیون تومان کسری داره، 80,000 تومان یارانه چه دردی ازش قرار دوا کنه؟ هیچ. تازه دردم رو درداش اضافه میکنه.
به گفته علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی، مشکل کارگر این نیست که دولت کوپن بده. مشکل فاصله دستمزد و خط فقره که خب البته هر سال داره بیشتر و بدتر میشه. یه خبر داریم تازه در اومده، داغ داغ، اوه دستم سوخت. یه خبر داریم درباره استفاده از تصاویر هولوگرام در دادگاه در ویرجینیای آمریکا که اول ببینین بعد میگم اصلا چه ربطی با جمهوری اسلامی داره. هولوگرام به زبان ساده فناوری ایجاد یک تصویر سه‌بعدی با استفاده از پرتوهای نور است که با چشم غیر مجهز به عینک یا دوربین قابل مشاهده باشد. جان گیبنی جونیور، قاضی دادگاه‌های منطقه شرق ویرجینیا، بعد از برگزاری دادگاه آزمایشی با شاهدان هولوگرام گفت: البته که شاهد واقعی از شاهد هولوگرام بهتر است، اما شاهد هولوگرام به مراتب بهتر از تصویر ویدئویی شاهد واقعی است. شاهدان هولوگرام در دادگاه در فرای یک صفحه شیشه‌ای ظاهر می‌شوند و صدایشان با وقفه اندکی به گوش می‌رسد. ظرفیت شهادت دادن هولوگرافیک یک ماجراجویی تازه و مداوم در استفاده از فناوری برای مشاوره قضات، حقوقدانان، وکلا، کارمندان و دانشجویان رشته حقوق و امیدواریم بتونه به بهبود حرفه‌های حقوق و دستگاه قضا کمک کنه. همونطور که دیدین از این به بعد میشه تو دادگاه به جای شاهد تصویر هولوگرامی اون شخص در جایگاه شهود قرار بگیره و صحبت کنه. حواستون باشه که جمهوری اسلامی حتما به زودی از این فناوری استفاده میکنه، اما تو زندان ها، یعنی برای نشون دادن دزدای راندخار و مفسدان حکومتی تو زندان، مثل اکبر طبری خودمون و مهدی هاشمی رفسنجانی باباشون. تو هر وقت مردم معترض شدن که چرا این دزدای بیت الماس تو زندان نیستن، فیلم هولوگرامیشون رو پخش کنن و بگن ببینین خودشون نیستن، ولی هولوگرامشون که هست. دوستان عزیز، تا این حکومت فاشیستی هست همچنان این خبرها رو میبینین، ما بهتون گفتیم همچنان این خبرهای بد باید بشنوید. حتما نظرات خودتون رو توی کامنت بنویسین تا بتونیم خبرها رو خیلی نزدیک به خواست شما تهیه کنیم. مرسی که ما رو به دیگر معرفی میکنین و فعلا بدرود.